السلام علیکم به همه برای بچه افغانستان. آقا امروز اومدیم دوباره همراه مادر عزیزم، میخواییم به یکی از معادن لیتیوم در افغانستان که ارزشش واقعا از نفت افغانستان هم بیشتره رو میخواییم ریاکشن بریم. لیتیوم یه ماده خیلی قویه که اصلا همه درست. خواهانشه، اینجوری بهت بگم. بچه هایی که این سب ویدیو خوشتون میاد حتما تو کامنت ها بر ما بنویسید، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. اگه دوست داشتید ویدیو درخواستی هم داشتید، این اینستای من همین پایین هستش. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. معادن غنی دست نخورده لیتیوم بردش 3 تریلیون دلار زیر پای 3 تریلیون دلار. ببین میلیون و میلیارد هم نه. من تعجبم این همه پول هست ولی چرا به کشورش؟ آره ببین معادن غنی دیگه. دست نخورده لیتیوم بردش 3 تریلیون دلار زیر پای ما افغان ها قرار دارد. ارزیابی های تازه از وجود منابع بکر لیتیوم و خاک های کمیاب حکایت دارد که جهان برای خلاصی از سوخت های فسیلی سخت به آنها نیاز پیدا کرده است. بله درست شنیدید، نفت آینده در اختیار افغان ها. به همان اندازه که عربستان برای تامین نفت خام جهان اهمیت دارد، افغانستان نیز برای تامین لیتیوم جهان حائز اهمیت است. فهمیدی چی شد؟ میگه از اون مرف حساب کنم اون کشور به خاطر نفتش داره چیز میکنه، افغانستان و این به خاطر لیتیوم داره سخت تلاش میکنه. دارد افغانستان نیز برای تامین لیتیوم جهان حائز اهمیت است. موجودیت معادن لیتیوم در مناطقی از 3 ولایت افغانستان یعنی دشت ناهور غزنی، اناردری فراه، اشترلی دایکندی ثابت شده است. و در خیلی هست. اصلا آره وسعتش واقعا زیاده. یعنی اینجوری بهت بگم. ولایت های دیگر نیز وجود دارد. گفته می شود منابع لیتیوم افغانستان به طول 850 تا 900 کیلومتر از هلمند تا ننگرهار، لغمان تا اروزگان و اشکاشم با پهنای 150 تا 200 کیلومتر تسبیح شده است. میبینی آره همینجوری میبینی چقدر بزرگه، چه ارزشی فقط داخل افغانستان فقط خوابیده، چه ثروتی، همون چه ثروتی واقعا خوابیده. 100 کیلومتر تسبیح شده است. عمر این معادن لیتیوم حدود 70 سال تخمین زده شده است. بیشترین و بزرگترین ذخایر لیتیوم دنیا در بولوی و افغانستان وجود دارد که حتی تعدادی از کارشناسان یکی از دلایل کودتای بولوی و جنگ آمریکا در افغانستان با ویژه در دوران ترامپ را دسترسی به معادن غنی لیتیوم در این کشور می‌دانستند. بر اساس ببین باور کن آمریکا یه چیزی میدونسته که اون زمان میخواسته بیاد افغانستان رو بگیره. معلومه که میدونسته، اگه نمیدونست بگه مریضه که از اونور دنیا بلند شه بیاد توی کشور کوچیک دقیقا. بخواد اونم این همه سرمایه گذاری کنه. دقیقاً همینه دیگه. اجزه و تحلیل اولیه از یک سایت در غزنی پتانسیل ذخایر لیتیوم را به بزرگی ذخایر بولوی که دارای 21 میلیون تن است نشان داد. لیتیوم یک فلز قلیایی نقره سفید و نرم با عدد اتمی 3 است. این عنصر در شرایط استاندارد دما و فشار سبکترین فلز و کمچگالی ترین عنصر جامد است. به دلیل واکنش پذیری بالای لیتیوم هرگز نمیتوان آن را به صورت عنصر آزاد در طبیعت پیدا کرد و همواره در بخشی تو عنصرش آزاد نمیشه تو طبیعت حتی پیدا کرد. این چقدر خوبه انسان، یعنی واقعا گنجه. آن را به صورت عنصر آزاد در طبیعت پیدا کرد و همواره در بخشی از یک ترکیب شیمیایی که بیشتر یونی هست پیدا می شود. از آنجایی که لیتیوم در آب حل می شود به صورت یون در آب اقیانوس ها و به صورت نمک در خاک ها پیدا می شود. همزمان با سرعت گرفتن تلاش جهانی برای به حد اقل رساندن مصرف سوخت های فسیلی مانند نفت و گاز برای تولید انرژی، استفاده از مس و لیتیوم برای ذخیره و انتقال کارآمدتر انرژی برق بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. لیتیوم به دلیل سبکی، استحکام و انعطاف پذیری خیلی کار برده، هم تو آب حل میشه هم اونور برای انرژی استفاده میخواد بکنن مورد توجه قرار گرفته است. لیتیوم به دلیل سبکی، استحکام و انعطاف پذیری در صنایع هواپیماسازی، باتری های کم وزن و پر انرژی برای استفاده در پهپادها، خودروهای برقی، تلفن همراه، رایانه‌ها و همچنین این ماده معدنی همراه با سرب آلیاژی را تولید می‌کند که در ساخت بگو برای چی اینقدر دنبالشن؟ واقعا همه چیز میشه یعنی استفاده اگر یعنی این نباشه ظاهراً فلج فلج میشه، کل دنیا فلج میشه به نظر. همچنین این ماده معدنی همراه با سرب آلیاژی را تولید می‌کند که در ساختن بلبرینگ، چرخ‌های قطار، انتقال برق تولیدی نیروگاه های بادی و خورشیدی، داروسازی، فناوری های هسته‌ای و غیره کاربرد دارد. لیتیوم اکنون در بازارهای جهانی به صورت فلز
حدوداً با قیمت $160 به ازای هر کیلوگرم به فروش میرسد. بیشتر عناصر به شکل فلز میفروشنه. نادر خاکی و فلزات کمیاب برای استخراج به تکنولوژی بالای نیاز دارند و برخلاف دیگر محصولات معدنی در حجم کم و در ابعاد کیلوگرم خرید فروش می شود که همین امر به علت قیمت بالای آنها و سختی استحصالشان بوده. زیرا فلز ما یعنی این از طلا با ارزش داره. دقیقاً از طلا با ارزش داره. از هر چیزی که فکرشو بکنی تا الان مثل نفت اینا همه چی بالاتره. اصلا نمیشه باهاش مقایسه کرد. مواد لیتیوم در صنایع مصرف بسیاری دارد و استفاده از آن از سال 2015 تا کنون بیش از 10 برابر افزایش داشته است. اتحادیه اروپا در سال 2020 لیتیوم را به همراه کبالت، گرافیت، سیلیکون و تانتالوم به فهرست رسمی 30 ماده اولیه که از نظر این اتحادیه برای استقلال انرژی اروپا حیاتی تلقی می شود افزود. در همین حال آژانس بین المللی انرژی IEA نیز برآورد کرد که تقاضای جهانی لیتیوم تا سال 2040 بیش از 40 برابر می شود. گیوم پترون نویسنده کتاب جنگ افغانستان. فقط افغانستان. من تو جایی که اطلاع دارم فقط تو کشور افغانستانه. این همه منابع بزرگ و خوب داره ولی به مردمش نمیرسن. واقعا آدم بخواد سود میکشه. جنگ فلزات کمیاب نیز در این کتاب اذعان کرده که افغانستان بر روی ذخایر عظیمی از لیتیوم قرار گرفته که تا به امروز دست نخورده باقی مانده و مورد بهره برداری قرار نگرفته است. در واقع مشابه نفت، لیتیوم به دلیل استفاده از آن در باتری ها و محصولات انرژی غیر متعارف به سرعت در حال تبدیل شدن به محصول استراتژیک است که در این میان وجود این منابع در افغانستان در حالی که جهان به شدت به آن نیاز دارد مهم است، زیرا ذخایر عظیم لیتیوم این کشور نوید بخش تامین کننده نیازهای جهانی انرژی غیر متعارف است. اما به طور کلی منابع لیتیوم در افغانستان برای اولین بار توسط کارشناسان معدن شوروی در دهه 1980 کشف شد. اما آنها تو زمان شوروی اولین بار کشف شده که اصلا همچی چیزی هستش. اصلا حالا که این همه درست شده من موندم، واقعا موندم، یعنی اصلا مغزم هضمش نمیکنه چجوریه که این همه منابع هستش. کشورهای خارجی متوجه شدن، الان هم خود کشور میدونه که چجوری هستش، دست به این منابع داره، ولی بازم مردمش. خب ببین نمیشه، اون به خاطر سیاست دیگه. ببین اصلا سیاست هر چیزی که باشه، وقتی که هر وقتی که پول خب. یا ثروت داخل خونه باشه اول همه دیگه. به خانواده رسیدگی. الان مثلا خود ایران گاز داره، نفت داره، برای چی اینقدر مشکل داری؟ ایران یه مش گشنه اونجا. نه خب ببین اینم هم همونجوری حساب کن، الان یه مش سیاستمدار تو داخل ایران هم خب نمیذاره آب خوشه کسی گلوی کسی بره پای. ایران واقعا گشنه رو بعد همه بردن. خب دیگه اینم هم همینجوری بار توسط کارشناسان معدن شوروی در دهه 1980 کشف شد، اما آنها تا سال 2004 آن را فاش نکردند تا اینکه تیمی از زمینشناسان آمریکایی به طور اتفاقی با مجموعه نمودارها و داده‌های قدیمی در کتابخانه سازمان زمینشناسی افغانستان در کابل برخورد کردند. در نهایت دارایی‌های لیتیوم افغانستان نه تنها برای چین بلکه برای اقتصاد بزرگ دیگر یعنی هند نیز حیاتی است، چرا که هند در آرزوی تبدیل شدن به دومین تولیدکننده بزرگ تلفن همراه در جهان است. بر اساس سیاست ملی الکترونیک که در سال 2000 دیگه هند بزرگترین تولید کننده برای تلفن دیگه، چون انقدر تلفن‌ها که تولید می‌کنن بیشترش به خاطر همونه. در نیاز داره به باتریش، نیاز داره به قطعاتش، نیاز داره که استفاده بکنن. یعنی چین تولید کننده بزرگ هست. خب چین که اصلا سردسته شونه، ماشاءالله همه چیز می‌سازه، ولی خب بعدش مثلا هند و جای دیگه هست که احتیاج دارن. ده رونمایی شد این کشور قصد دارد 1 میلیارد تلفن همراه از جمله 600 میلیون دستگاه برای صادرات تولید کند که این اهداف با در اختیار داشتن لیتیوم ارتباط دارد. هند در حال حاضر این ماده را از آرژانتین، بولیوی و شیلی تأمین می کند. وزارت معادن و صنایع طالبان ارزش معادن لیتیوم افغانستان را برابر با ارزش نفت عربستان می داند. اما تا کنون این معادن دست نخورده باقی مانده اند. دست نخورده باقی مونده. هنوز دست بشاره. ببین هنو کامل در نیوردن این همه معادن. فرصت فراهم شده است تا شرکت های بزرگ جهانی برای استخراج این معادن سرمایه گذاری کنند.
استخراج و بهره برداری از معادن افغانستان از سالها پیش با چالش های امنیتی روبرو بوده است. در نقاط شرقی افغانستان با اینکه معادن ارزشمندی وجود دارند، کار خاصی در زمینه بهره برداری از آنها صورت نگرفته است. و دلیل اصلی آن حضور گروه های تروریستی همچون داعش در سالهای اخیر در آن مناطق بوده است. چین از نخستین کشورهایی است که پس از خروج آمریکا از افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور رابطه نزدیک با طالبان ایجاد. اگه یاد باشه یه ویدیو هم رفته بودیم که چین با افغانستان قرارداد بسته بود که اومده بود میخواست همکاری بکنه، آخرش هم چیز شده بود که چین معادن افغانستان رو میخواد دیگه، درست. که سه تا ولایت و این ولایت بود کجا بود بهش هم داده بودن که به چیاره ایجاد کرد. و با ارسال نخستین محموله کمک بشردوستانه به افغانستان ارتباطش را با طالبان تحکیم نمود. طالبان تاکنون در مورد سفر صنعتکاران چینی برای بررسی معادن افغانستان رسما ابراز نظر نکرده، اما گفته است که از شرکت‌های بزرگ جهانی که علاقمند سرمایه‌گذاری در افغانستان باشند استقبال می‌کند. حتی قبل از تسلط شبه‌نظامیان طالبان بر افغانستان، چین 40% مس جهان، نزدیک به 60% لیتیوم و بیش از 80% خاک‌های کمیاب را در جهان تولید می‌کرد. و از این منظر این همه معادن داره. من نمیفهمم واقعا، یعنی تو اون قبلش کسی یعنی متوجه نشده، کسی این معادن رو نمیدونسته هست. 80% ولی واقعا میگم من سردرد گرفتم. خاک‌های کمیاب را در جهان تولید میکرده و از این منظر بیراه نیست که پکن از این گروه شبه نظامی حمایت کرده، چرا که روابط حسنه با آنها میتواند دسترسی چین به منابع غنی افغانستان را هموار کند. چین برخلاف غرب انعقاد قراردادهای تجاری خود را بر رعایت اصول دموکراتیک و حقوق بشر مشروط نمی کند و همین امر به جذابیت افغانستان برای پکن افزوده است. با این حال به نظر می رسد مقامات طالبان ترجیح می دهند با شرکت های از غرب یا روسیه معامله کنند، زیرا ظرفیت بیشتری دارند. در نتیجه کارشناسان باور دارند که تنها استخراج معادن لیتیوم افغانستان می تواند میلیاردها دلار برای این کشور تولید ثروت کند. ببین چقدر آره واقعا اگه به تو چیز بگم خیلی میتواند میلیاردها دلار برای این کشور تولید ثروت کند و افغانستان را از یک کشور فقیر و نیازمند کمک های خارجی به کشور ثروتمند و توسعه یافته تبدیل نماید. اما بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که تا زمانی که ثبات سیاسی و امنیت بلند مدت در افغانستان برقرار نشود، الدورادوی به نام افغانستان نمیتواند به زمین بازی ژئوپلیتیک برای انتقال انرژی جهانی بدل شود. دقیقا. البته من حق میدم بهشون، میگه تا ثبات نظامیشون اون امنیت برقرار نشه هیچ وقت نمیتونن دست مثلا برن جلوتر، یه پله برن جلوتر. راست میگه، باید اول این مشخص بشه، بتونن اول تکلیف خودشون مشخص بشه داستان چیه، بعدا اون وقت ببین چه پیشرفتی میکنه افغانستان. ولی از یه طرف خوبا، چرا من دو طرف رو نگم کنم میبینم که میگم که اگر بیان جلو مردم خب حداقل به یه جایی میرسن، از این فقر رو توی دستی در میان. ولی از یه طرف دیگه میگم اگر بیان جلو منابع رو ببرن ولی هیچی به مردم نرسن، واقعا همون دیگه زوره. نه دیگه وقتی زوره. در میارن همون پس بهتره که اونجوری بمونه. اگه به فکر مردم هستن در میارن باید انجام بدن. درست. اینه، اینو باید انجام بدن. مشکل اینجاست که مثل کشور خود ما میگن ما به فکر مردمیم ولی در حالی که نیست جیب خودشون. مین بازی ژئوپلیتیک برای انتقال انرژی جهانی بدل شود. البته برخی کارشناسان نیز معتقدند که افزون بر ثبات سیاسی و امنیت، عدم وجود زیرساخت‌های اولیه و توسعه یافته در اقلیم کوهستانی افغانستان می‌تواند توجیه اقتصادی بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها را از بین ببرد و حتی در عمل استخراج منابع معدنی افغانستان را گران‌تر از سایر نقاط جهان کند. پروژه‌ای که آمریکا برای توسعه و ایجاد ظرفیت در بخش استخراج معادن افغانستان در سال 1362 راه‌اندازی کرده شکست خورد که بیش از 962 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده بود. علت آن فساد گسترده، استخراج غیرقانونی و نبود زیرساخت‌های استخراج میباشد. استخراج غیرقانونی آمریکا جایی نمیره که زیرش نه دیگه این کشورها اصلا جایی نمیره که اصلا میخواد چیز باشه. استخراج غیرقانونی و نبود زیرساخت‌های استخراج میباشد.
استخراج غیرقانونی معادن از سال 2001 تا 2021، یعنی تا زمان تسلط طالبان بر کابل، سالانه 300 میلیون دلار برای دولت هزینه داشته است. در حال حاضر استخراج معادن در مقیاس کوچک در افغانستان وجود دارد که بیشتر آنها غیر رسمی و غیر قانونی است و خارج از رژیم رسمی مالی و نظارتی کشور انجام می شود. استخراج معادن منبع اصلی درآمد طالبان و همچنین داعش، شبه نظامیان محلی و جنگسالاران در طول جنگ ایالات متحده در افغانستان بود. سبد معدنی طالبان بگویه همه پولو که در میارن برای کابل جدید و سد جدید و اینا رو از کجا میارن؟ چین و اینا کمک میکنن، من مطمئنم چین آمریکا کمکشون میکنه، اصلا خود مردمشون دارن میگن که کمک میکنه. اینورم معادنشون که دارن در میارن چیز دیگه پول براشون. بیشتر از مواد معدنی تشکیل شده است که با سرمایه و تکنولوژی محدود قابل استخراج و یا فراوری هستند. سنگ‌های قیمتی و طلا توسط معدنکاران صنایع دستی و در مقیاس کوچک از ذخایر سطحی یا نزدیک سطحی با استفاده از فرآیندهای نسبتاً ابتدایی استخراج می‌شوند. اما استخراج و پردازش لیتیوم از نظر سرمایه و تکنولوژی فشرده است و بنابراین نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد. در آخر افغانستان تو اون ویدیوی قبلی هم رفتیم همیشه می‌گفتن مثلا یه سرمایه‌گذاری خارجی می‌خواد که بتونه استارتشو بزنه، کمک میخواد. دقیقاً. ولی امیدوارم واقعا کمک از زیر باز یک کشور وابسته به کمک‌های خارجی بوده است. چشمانداز استخراج لیتیوم میتواند اقتصاد بی‌ثبات و وابسته به کمک‌های افغانستان را به یک اقتصاد باثبات و تجارت محور تبدیل کند. با این حال بدون صلح و ثبات و همچنین جهت‌گیری‌های سیاسی قطعی از سوی اداره موقت جدید، بهره برداری از منابع جدید استراتژیک که پتانسیل تغییر ثروت افغانستان را از طریق غنی‌سازی دارد، یک رویا باقی خواهد ماند. حقیقت این است که مواد معدنی که در زیر زمین باقی می‌ماند، ارزشی ندارد. سعدالله محمدی هستم و ممنونم از اینکه کانال ما را برای تماشا کردن انتخاب دمش کم. یعنی اگه این اقتصاد بگیره لیتیومو بتونن به یه حدی برسونن که بتونن حداقل افغانستانو بکشن بالا، بیکاری برطرف بشه، مدارس باز بشه، مردم بتونن تو راحتی زندگی بکنن، واقعا میگم کسی رو دست افغانستان نمیزنه. واقعا خیلی آره واقعا میگم، من همیشه گفتم و آمریکا بیکار نیست، از اون ور دنیا بلند شه بیاد اینجا. دبی، چین، اینا بیکار نیستن، اینا واقعا کشورایی نیستن که میدونن چه جایی کشور دیگه‌ای باشه، ولی ببین یه فایده واسه شون داشته که اومدن سمت افغانستان. مطمئنا چرا کشور دیگه نمیتونن چیزه، میدونی منظورم چیه؟ ولی این کشور قدرتمند با این همه درآمد، با این همه منابع، ولی باز گوشن باز سمت افغانستان میاد چون براشون میصرفه. دقیقاً. حالا بچه شما نظر واقعیتون رو بگید تو کامنت ها ما، چون میگم این چیزی که تو ویدیو میگه. حالا این دوست عزیزمون هم حتما به کانالش سابسکرایب بکنید، ویدیو اصلی هم اونجا تماشا بکنید. باز نظراتت رو بگید واقعا اگه اینجوریه یا نه. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو دیدید، خیلی عشقید به سر میشه، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی فعلا.